دوستان با عرض پوزش، ما دیروز یک امتحانی کردیم با خانم روانی پور و که همه چی درست بود. خانم روانی پور اولین باره که به صورت زنده در یک برنامه اینستاگرامی شرکت میکنه، برای همین یکم ممکنه ما مشکل تکنیکی داشته باشیم. باز هم منتظر میشیم. الان صحبت کردیم، قرار شد که روی این لینک ما کلیک کنن که بتونیم گفتگومونو شروع کنیم. مرسی از صبر و حوصلتون. اگر به ما ملحق شن میتونیم. در جمع ما نیستن هنوز. خانم روانی پور اگر هستید، من شما رو نمیبینم اصلا. الو خانم رحمت پور، شما نیستی توی گروه؟ دارین صدای منو؟ الو خانم رحمت پور، دارین صدای منو؟ صدا تو دارم، ولی این فیسبوک این کجاست؟ آره فیسبوک اینجا. شما الان، خواستم بگم شما توی گروه نیومدید. ما الان آنلاین هستیم و حدودا 15 نفر از دوستان با ما هستند. خب میدونم، ولی چجوری بیام آخه؟ من که شما... منتظر بودم شما. آره شما اون بالای صفحه اگر نگاه بله. کنید کافه شال پلاته لایوه. شما روی لایو که کلیک کنید، بعدش من شما رو یعنی همینجا، همین صفحه که تو به من زنگ زدی یا صفحه؟ نه اینجا، نه توی اینستاگرام. من توی اینستاگرام، من اینجا قطع میکنم. توی اینستاگرام بالای صفحه رو که نگاه کنید کافه شال پلاته لایو داده. یا سرچ کنید کافه شال پلاته، روش کلیک کنید، بعدش به ما ملحق میشید. دوستان بازم پوزش میخوام ازتون. ما دیروز که با هم دیگه چک کرده بودیم همه چیو، درست بود. متاسفانه الان ظاهرا یکم با مشکل مواجه شدیم. یک سه چهار دقیقه فکر میکنم که نوشتن در سرزمین میزبان در ابتدای مهاجرت چه تفاوتی با نوشتن در چشم. حتما این سوالم ازشون میپرسیم. بله الان خانم روانی پور رو داریم. بله فکر میکنم که الان بتونیم باشیم. سلام. سلام چطوری؟ بابا چه بازی بود امروز. حال تو خوبه؟ مرسی، شما خوبین؟ قربانت قربانت. مرسی خیلی. من ندیدم، برای یه دقیقه اومده بود و رفته بود، من ندیدم. خب من در خدمتتون هستم. اول که باید بگم تولدتون مبارک. قربان شما، خیلی ممنون. مرسی مرسی که دعوتمون رو قبول کردین. خواهش میکنم. اگر صحبتی با دوستان داریم میتونین شروع کنین، که به دوستانم گفتیم اگر سوالی دارن میتونن اینجا بنویسن که با شما در میون بذارن. خب خیلی خوشحالم از دیدارتون. این اولین برنامه منه که در واقع لایو میرم تو اینستاگرام و یه دوستم مرسا اینو میچرخوند، به سختی واردش شدم، اینجا قبول نمیکرد پسورد اینا، تا بالاخره راه افتادم حالا در خدمتتون هستم. اگه چه میدونم اینقدر همه چیز سوال زیاده، موضوع زیاده، من نمیدونم، شما سوال کنین من جواب میدم.
سال گذشته رو چجوری گذروندین؟ سال گذشته سال خیلی متفاوتی بوده. من با این جمله شروع کنم. من یک مصاحبه از شما گوش دادم، در مورد ناسیونالیست صحبت میکردین، بعد گفتین اگه یه تاونی به جونه مردم بیفته کل دنیا رو در بر میگیره. اصلا نه کرونایی بود نه چیزی. چقدر جالب، من یادم خیلی جالبه، خیلی جالبه، چه عالی، چه عالی. حالا سال گذشته اگه منظور 2019 هست، خب من کتاب اهل غرق و شبای شورانگیز رو به انگلیسی منتشر کردم، برای اینکه ترجمه شد و به انگلیسی خودم منتشرشون کردم و تو صفحه آمازون گذاشتم. دو تا کاری بعد کلاس های خاطرات نویسی بود، گروه کتابخونیمون هم همینجوری جریان داشت، رو کارهای نیمه تمام هم همینجور کار میکردم. بعد وقتی این کتاب ها منتشر شد، دوستانی از دانشگاه های مختلف منو دعوت کردن برای طبق معمول دیگه، برای که برم برای سخنرانی ها، برای مثلا امضای کتاب ها اینا، که برنامه ها از فوریه شروع میشد، ماه دوم سال 2020، چون کتاب ها رو دیر مثلا منتشر کرده بودم. اگه یه ناشر حرفه‌ای باشی میفهمی کتاب رو چجوری منتشر کنی که مثلا کی این نشستا باشه. خب من که برای خودم دارم کار میکنم دیگه، یعنی ناشر نیستم، ناشر کار خودم هم. خب دمدن چه از فوریه شروع شد. خب رفتم دانشگاه کتابخانی ساکرامنتو، رفتم استنفورد، رفتم دانشگاه پنسیلوانیا، و اونجا بود که کرونا شروع کرد به خودش رو نشون دادن در آمریکا. تو مارچ بود، 22 مارچ که من برگشتم و اونجا دیگه بقیه سفرم متوقف شد. منتها ببین این وضعیت کرونایی برای من یه وضعیت جدیدی نیست. من مدت هاست آنلاین دارم کار میکنم، یعنی از حتی از 1378 هول و هوش اون سالها من آنلاین شروع کردم کار کردم. وقتی هم اومدم آمریکا که دیگه گروه دوم کولیار رو انداختم با تو بلاک فا که الان متاسفانه دسترسی بهش امکان نداره، بعد رفتیم وارد فیسبوک شدیم گروه سوم چهارم پنجم تا الان که ادامه داره، یه 20 سال و بیشتر از 20 ساله که ما داریم این کارا رو میکنیم. خب همش هم آنلاین بوده. خب یعنی من که امکان تدریس در دانشگاه کشورمو نداشتم، من که امکان حتی چاپ کتابامو نداشتم، متوسل شدم به یه چیزی که به هر حال کمک کرد برای ارتباط با دیگران. این ببینید یه چیزی من واقعا میخوام به شما بگم، ما تو جلساتمون پرومته در زنجیر رو میخوندیم. پرومته به خاطری که آتیش رو میده به انسان مورد غضب زئوس قرار میگیره. تو اون جلسه یک دوستی میگفت که بعضیا اعتقاد دارن که پرومته نباید آتیش رو بده به انسان تا برای که انسان تنبل میشه. این حرف کسانی هستش که میگه آدم ها باید یا از فقر بمیرن، از بدبختی و بیماری، یا اینکه کار کنن. ببینی بعد ببین این اینترنت مثل همون آتش دیگه، همون آتشه که پرومته داده به انسان. این اینترنت رو به ما دادن، ما تونستیم زندگی کنیم. این برق الکتریسیته که آمد دادن به سراسر دنیا، دنیا روشن شد. آنتیبیوتیک دادن، دنیا با خیلی امراضشو درمان کرد. این طاعون هم که اشاره کردی به طاعون، ببین ما این جبر، این خواسته طبیعت یا کائناته که با هم زندگی کنیم و در کنار هم باشیم و هم دیگر رو دوست بداریم، وگرنه نابود میشیم. درسته. یعنی اگر از هم مراقبت نکنیم، همدیگر رو دوست نداریم، با خشم و غضب و چه میدونم و هر کسی برای خودش بزنه، جان رو به نابودی میره. درسته. من یه خواهش میتونم ازتون بکنم؟ خواهش میکنم. تصویر شما رو، چون بعدا برنامه سیو میشه، اگر بتونین یه جا موبایلتون یا ابزاری که باش کار میکنین ثابت بذارین، ما یه تصویر چیزی در شما آهدن. من گذاشتم قشنگ پشت کامپیوترم. جانم حالا بگو.
خب این از سالی که گذشت، شما الان بجز اون دوتا کاری، من با توجه به اطلاعاتی که دارم، شما دوتا رمان به اسم ساعت پنج کنار دریا و رمان من و ماریا رو ظاهرا سال هاست که میخوای، یعنی در دست انتشار منتشر شده، من اینو نتونستم این چیزی. ببینید من ساعت پنج کنار دریاچه رمانی بود که در واقع در حضور دیگران شکل گرفت. ما یک گروهی تشکیل دادیم و من روزانه یا هفتگی چند بار این رمان رو تو اون صفحه می نوشتم، گروه فیسبوکی، و این رمان تموم شد. چندین بارم رفتم باهاش کلکل کردم، کامل نشده، ولی خورد تو این که کیندل دیگه فونت فارسی رو حمایت نکرد. منم میخوام جوری بذارم که چاپ کنم کتاب در دسترس همه باشه. به نظر من تنها راهش همون آمازون بود و آنلاین. چون ببین ما الان یک کتاب رو میخوام، کتاب شعلا شفیق رو از آینه بپرس من. که ناشرش در سوئده، میخوایم روش بحث کنیم. بله میخوایم روی این بحث کنیم. الان ما مجبور شدیم عقب بندازیم که بچه ها کتاب رو بخونن. 3 هفته طول کشیده تا رسیده به دست یکی اینجا، بقیه هنوز نگرفتن. یعنی ایراد ناشرایی که تو شهر کشورهای من ازشون حمایت میکنم واقعا. خب هر جا برسم که یه ناشری یا یه نویسنده خوب باشه، وظیفم هست که ازش حمایت کنم. اما این ما دچار این وضعیت میشیم، کتاب به دست همه نمیرسه و بنابراین من چیزی که برام خیلی اهمیت داره اینه که کتاب در دسترس خواننده خودش قرار بگیره. و الان ایرانیان در سراسر جهان پراکندن، کارت اعتباری دارن، اگر اهل کتاب باشن راحت میتونن برن با یه کارت $10، $15، $20 کتاب منو بگیرن، اگر اهل کتاب باشن. دیگه نمیدونن ای وای آخ اگر این کتاب چاپ شده بود، آخ نمیدونم چی جوریه، ما اونجا نیستیم، ما اینجا نیستیم، این حرفا رو نداریم. خارج از کشور، حتی برای داخل کشور ما یه چیزای یه ترفندای چیده بودیم و هنوزم هست که بچه‌ها مسافرایی که میان اینور میومدن، نه تو این دوران کرونا، کتاب هدیه میبردن به جای چیز دیگه. هر کس میخواست کتاب هدیه میبردن و این شیوهیه که من فکر کردم که شیوه درستیه در مقابل سانسور. چقدر آدم باید بره، چقدر آدم باید بره گردنشو کچ کنه جلو کسی که حتی یک جمله نمیتونه بنویسه و هیچ بویی از فرهنگ و فرهیختگی و خلاقیت نبرده. ببینید این سم دوگانه هست، ما اونو تقویت میکنیم با رفتن. تو وقتی بخصوص خارج از کشوری میری ایران که کتابتو چاپ کنی که چی بشه؟ خب اگه داخل کشور باشه یه وضعیت دیگه است. من به اونا حق میدم، اصلا این حرفایی که میزنم مربوط به اونا نیست، میخوان زندگی کنن. خیلی از نویسنده های خوب ما اونجا هستن که زحمت میکشن و واقعا به سختی دارن راه رو باز میکنن برای خودشون. اما اون نویسنده که اینجا هست میخوان مثلا 50 صفحه نمیشه، 100 صفحه نمیشه، بهش میگی آقا خانم جان، آقا جان، شما اینو رو آمازون چاپ میکردی؟ من معرفی میکردم اگر کار خوبی بود، من معرفی میکردم اگه حالا رو کار خود من میشه بس کنی ها، چون سلیقه خیلی مهمه. اون وقت مردم یاد میگرفتن و به کار درست عادت میکردن. ما نمیتونیم فقط غرولات کنیم، ما نمیتونیم فقط زاری کنیم یا به قول چیز همینجوری غور بزنیم بگیم این خرابه اون خرابه. راه باید پیدا کنیم. دقیقا. من خواهش می‌کنم بگیم. خواستم که خب حرف شما درسته. بعد اگر بخوایم تو همین مبحث سانسور اگر بمونیم، شما تو در داخل ایران خب چقدر با این قضیه کنار می اومدین یا خیلی جا رو سعی میکنین خط بزنین حذف کنین؟ من هیچی رو خط نزدم. تا آخرین کتابی که من چاپ کردم هیچی رو خط نزدم. بعد شروع کردم به من گفتن که اینا رو حذف کن، اونا رو حذف کن، اونا رو حذف کن که من نکردم. خب
ببین مثلا کتاب سنگای شیطان من سال 1369 سه بار چاپ شد بعد توقیف شد. چاپ سومش رو به شرطی اجازه دادن که چون ناشر چاپ کرده بود حالا باید پخش میکرد که توقیف بشه. خب اونو کامل توقیف کردن. من چیزی رو عوض نکردم، ولی یه چیز زیبایی به شما بگم. شما وقتی که میای مهاجری مهاجرت میکنی از یک جای میای جای دیگه، کتاب تو میخونی میبینی او کسی به تو نگفته اینجا رو ننویس، ولی ننوشتی. بله. من به شما بگم، یک نفر که از کره شمالی فرار کرده بود باش مصاحبه میکردن، میگفت که ما داشتیم هممون از گشنگی میمردیم، میومدن به ما میگفتن که رهبرم گرسنه است، ما برای رهبر گریه میکردیم. میگفت من که الان اومدم اینجا عکس رهبر رو میبینم و میاد تو تلویزیون فکر کنم این چقدر چاقه، اگه مثل ما گشنه است پس چرا چاقه. خیلی چیزا رو وقتی تو تغییر مکان میدی، وقتی که میای یه ور دیگه میفهمی فضا برات باز میشه. ببین ماموران سانسورچیایی که هایر میشن استخدام میشن، اونا حقوق خودشونو دارن، ولی در طول زمان رو مخ ما کار میشه و از هر کدوم از ما بدون این که بخوایم ما متقاعد میشیم که کار درست داریم میکنیم، متقاعد میشیم که این فقط داستانه، این داستانیه که من میتونستم بنویسم. ولی بعد اینجا میبینی نیست اینجوری، داستان تو میخونی ولی واقعیتش اینه بسیاری از داستانهای من همونایی بود که نوشتم. بله. به این نکته دقیقا در مورد از آینه بپرس. من مطمئنم که خود مهاجرت روی این قضیه که بعضی از جاهاشو که میخونی، من واقعا در ادبیات فارسی کمتر جایی دیدم که به بخشی بعضی از این مثل بدن زن، مثل سکس، مثل اینا در این کتاب اشاره شده. آیا در مورد خود شما خود همین مهاجرت زندگی در یک جای دیگه تأثیر داشته روی اینکه آدم بتونه از اون خودسانسوریه که درونیه، یعنی عبور کنه از اون، حداقل بتونه نه راجب حداقل یه راوی باشه نسبت به شخصیت‌های داستانش؟ بذار من مثلا اینجوری بگم. نگاه، توی سنگای شیطان یه زن رقاصی میرقصه، کاملا اروتیک رقصش، خب صحنه‌های اروتیک خیلی زیادی داره. توی حتی همین کولی کناراتش که نمیدونم چرا هنوز به اجازه میدن چاپ بشه و من نمیخوام با این حرفا مانع چاپش بشم، به ناشرش لطمه میخوره، یه صحنه‌ای هست که یه زن رو با تمام هستیش نشون میده. اما ببین، ولی خودمون رو گول نزنیم. من هیچ زنی هیچ مادری نمیتونه مثل زنای اینجا مثلا دست دور گردن شوهرش کنه و شوهرش رو ماچ کنه، حتی اگر تو آمریکا باشی. خب یعنی اینا جون سختن، اینا چیزایی هستن که تو وجود ما هستن و قدمت هزاران ساله دارن، این مال امروز و دیروز هم نیست. خب و اگر که بخوایم، ببین اگه بخوایم از اینا تقلید کنیم از فرهنگ جدید، مصنوعی عذاب در میاد. برای همین حالا من این بحث کتاب خانم شفیق که تو جلسه کتابخونیمون هست، ولی اول کتاب میگه یه جورایی من جندم. من اینجا گفتم واویلا، این همون تیپ آدمیه که اومده اینجا حالا احساس میکنه آزاده، هر شروری میتونه بگه و خوشبختانه اینجوری نبود. ببین نمیشه تقلب کرد، نمیشه وانمود کرد که تو من شعر عاشقانه زیاد میگم، ولی وقتی که راجع به چیزای جسمی میشه تو یه جوری دلم خواهی جوری خودم قایم کنم، نمیتونم برسم به اونا. اینا شوخیه، این فرهنگ خیلی هم قدیمیه. خب ببین، ما حاضریم وایسیم توی میدونی اعدام یک جوون رو ببینیم، سنگسار یک زن رو ببینیم، زش کشیدنش رو ببینیم، حاضر نیستیم ببینیم یه زن و مردی همدیگه رو، لبای همدیگه رو میبوسن، حاضر نیستیم. و
فکر کنیم این کثیفه. اینا در طول قرون تربیت شده ذهن، این گناه است ولی اون گناه نیست، آدم کشی گناه نیست. بله. برگردم سر این قضیه که شما چند تا از آثارتون در آمریکا منتشر شده به زبان انگلیسی و فکر میکنم که همینجوری که گفتین اهل غرب به عنوان یک به زبان انگلیسی منتشر شده. خب توی این داستان ها از دید من خب خیلی ما اقلیم، شرایط اجتماعی، نوع زندگی، اسطوره‌های آدم ها در این داستان ها مطرحه. شما ببین تا یک جایی داستان های فارسی شاهد اینیم که یک ادبیات توریستیه برای یک غربی، برای گذار کردن. ببین ما فرهنگ مثلا در مورد فرانسه رو فیلم میبینیم، کتاباش رو میخونیم، میدونیم کریسمس کی، سال نو چجوری و اینا. در مورد ادبیات فارسی بلخص در مورد داستان شما چه تلاشی کردی؟ با زیرنویس بوده، با پانویس بوده که به این سمت بریم که از اون حالت داستان توریستی، ادبیات توریستی که بیشتر خاورمیانه درگیرش خارجش کنیم؟ نه، این ادبیات توریستی نیست. یعنی زمانی که من می نوشتمش، اجازه بدید، زمانی که من اونجا می نوشتمش، ما ادبیات توریستی به کسی، به چیزی میگیم اینجا که نوشته میشه برای جلب توجه خارجی ها. خب این ادبیات توریستیه، خیلی هاشون هم با زبان انگلیسی می نویسن، از بچه های، از کسایی که مثلا ترکیه ای هستن، این طرف مال تونسن، این طرف، ولی برای مثلا آیین خواستگاری رو اینا میگن که انگاری که مثلا یه چیزی جلو خارجی، جلو غربی میذارن. ببین من اینو در دهه 60 نوشتم. دهه 60 دهه خونباری بود. من با این قایقی بود که منو نجات داد. این زندگی منو نجات داد. و در واقع من برای حفظ اسطوره ها اینو نوشتم. حفظ آیین ها بعدها فهمیدم. وقتی ترجمه اهل غرب رو گذاشتم روی چیز، گفتم تو اون دوریسی ها من چرا اینا نمیشم؟ من تو استنفورد گفتم، تو پنسیلوانیا هم گفتم. ببین ما آیین داشتیم در جنوب وقتی دچار مصیبت میشدیم. من آیین نوشتن رو در مقابل مصیبت اجتماعی و سیاسی قرار دادم. تو وقتی میای خارج دست پاتو گم میکنی و فکر کنی حالا چجوری دومتو تکون بدی که خارجی ها خوششون بیاد، نه، من این کاره نیست و نبودم و نخواهم بود. 40 سال پیش، میشه سال 69، خب 30 سال پیش این کتاب نوشته شد برای حفظ اون چیزایی که داشتیم، برای حفظ میتولوژی اون منطقه، باورای اون منطقه، برای حفظ رنگ ها، رقص ها و آیین ها، برای حفظ جون خودم. یه رقص بود برای من این. شاید من سوالم رو باید واضح‌تر میپرسیدم. اینی که شما میگین کاملا درسته، ولی ما از اون منطقه میاییم، ما ایرانی هستیم. این اسطوره ها برای قابل فهم کردنش برای یک غربی که به اون سمت میگم ادبیات توریستی نریم منظورمه، نه اینی که این کتاب لزومن یک ادبیات مثلا توریستی یا آپارتمانی داره، منظورم این اصلا نه. منظورم که اغلب آثار نوشته شده به زبان فارسی وقتی که برگردونده میشه به زبانهای دیگه نیاز داره که یا پانوشتایی داشته باشه یا توضیحاتی بیاد یا متأخره‌ای داشته باشه. درسته، همش نه، ولی برخی از کتاب ها نیاز داره به پانویس، نیاز داره به یک، ببین شما وقتی میگی چهارشنبه سوری بود، من رفتم مثلا دیدم کوچه پر از بچه ها دارن بازی میکنن و منفجر میکنن فلان. خب اگه ندونین که چهارشنبه سوری چی هست، نمیفهمن جریان چی. و یا شما باید در متن جوری بنویسی که بفهمن، یا یه توضیح بدی، زیرنویس بدی. همش هم نمیتونی زیرنویس بدی. همین جوری که تو شما وقتی که ایلیاد و اودیسه رو میخونی به فارسی، همش زیرنویسه. یعنی اگه او زیرنویسان نباشه، تو ایلیاد و اودیسه رو نمیفهمی. میفهمی؟ من که نه. شما دانته رو، ما کتاب دانته رو تو کتابمون، تو گروهمون خوندیم.
شما وقتی دانته چیزو میخونی، کمدی الهی دانته رو میخونی، زیر نویس لازم داره و مترجمش جا به جا زیر نویس داره. این مخصوص ما نیست، ادبیات توریستی هم نیست، این گپ های فرهنگی، اون گسل های فرهنگی، اون دوری فرهنگی رو یه جوری جبران میکنه. شما حتی ادبیات سیاه‌پوستی رو، شما حتی وقتی که کتاب تونی ماریسون رو میخونی تو دلبندش، یه جای گیر میکنی، چون اگه تاریخ سیاه‌پوستا رو ندونی یه جای برات ایجاد سوال میشه. شما وقتی کتاب دوران ویکتوریایی بلندی های بادگی رو میخونی، میری باید برگردی به اون وضعیت طبقاتی اون سالا که خیلی چیزا رو بپر. اینجوری نیست، من فکر میکنم. بعد این ببین، مثلا در مورد موبیدی که آقای صالح حسینی ترجمه کرده با ترجمه های دیگه، چون این زیرنویس و پوانت اینا خیلی داره، آدم باید متن، نمیخوام روی این سوال زیاد بمونیم چون سوالات زیادی مطرح کردن. بیشتر هدف من این بود که تجربه شما، مخصوصا اینکه از نزدیک با مخاطب های غربی که آثار شما رو خوندن برخورد کردید، چقدر به اون هدفی که شما داشتین احساس کردین که نزدیکشون کردین؟ ببین جهان با در این حالی که خیلی با هم، همونجور که به شما گفتم، خیلی نکاتی هست که با هم اختلاف نظر دارن مردم جهان، ولی توی یه چیزی مشترکم، تو عشق و دوست داشتن. یه ویژگی های انسانی هممون داریم، اون ویژگی های انسانی اگر تو کاری بدجسته باشه، هر نوع خواننده ای رو جذب میکنه. اگر داستان عشق باشه، داستان انسان باشه، داستان کشاکش انسان با سختی های زندگی باشه، همه جا سختی هست، نوعش فرق میکنه، همه جا عشق هست، شیوه ابراز عشق فرق میکنه، ولی اینا، این موضوع های انسانی و جهانی است که همه رو مثل یه آتش دور هم گرد میاره، دور هم دیگه مردم رو جمع میکنه. برای همین مثلا جونم بفرم نه شما بگید من خیلی عرضانم. شما در مقابل میتونم بگم تمام اغلب نویسنده های، حالا نویسنده های زن بگیم، که مهاجرت کردن، شما به عقیده من تنها کسی هستین که ارتباطتون رو با نسل‌های بعدی، نسل‌های خیلی جوان، چه در ایران چه در خارج ایران حفظ کردین. میتونم به عنوان مثال بگم که خانم مثلا شهرنوش پارسی‌پور، خانم مثلا اگر بخوام اسم ببرم مثلا مهشید امیرشاهی، اونقدر که شما تونستین ارتباط رو با این نسل‌های جوان، میتونم بگم از شهرنج 18 سال به بالا باشه، حفظ کردین. نویسنده های دیگه در این قضیه موفق نبودن. به عنوان نمونه، نشست هایی تو خارج کشور اگه بخوام مثال بزنم، ما شاهدیم که نیست واقعا نسل های جدید، ولی شما یعنی نسل های جدید نیستند، یعنی تو این مثلا خود داستان کوتاه میتونه علتش باشه، اینی که ارتباط شما با صفحات مجازی همیشه برقراریه. علت خودتون اینو تو چی میبینید که اولا بذار من یه چیزی به شما بگم، امیدوارم از این به بعد نه شما و نه هیچ کس دیگه نگه میان زنها یا میان مردا، چون ادبیات یا ارتباط به مردم، نه زنانه است نه مردانه، انسانیه، صدای انسان ادبیات، و باید اینو شروع کنیم به این گفتن که وقتی داستان یک نویسنده رو میخونیم، درسته، ببین شما اگر که توی محله‌ای که من باشم بنویسین تا تو شما تو کل بنویسین یا اینجا با هم فرق کنه، پرسپکتیو فرق میکنه، کاراکتر رو فرق میکنه، ولی اصل نوشتن یک کار، یک عمل انسانی است، یک کار زیبای انسانی است. این زنونه مردونه نداریم. عباس معروفی با همه رابطه داره، خب یعنی عباس با همه ارتباط داره، سالهاست هم داره کار میکنه. شهرنوش هم اینقدر کار کرده، شهرنوش و خانم مهشید امیرشاهی، اینا اینقدر کار کردن و منتقل کردن به ماها، یعنی در واقع اگه من دارم با دیگران رابطه برقرار میکنم، من خودم تنها نیستم،
انرژی هست که از رابعه بنت کعب به من رسیده، رسیده به صبحشون، رسیده به امیرشاهی، رسیده به شهرنوش، رسیده به من، و این پخش میکنیم انرژی رو. اصلا فرقی نمیکنه، شیوه زندگی ها فرق میکنه. خب خانم امیرشاهی یه جوری دیگه دلش ما میتونه زندگی کنه، شهرنوش یه جوری دیگه، من یه جوری. من نمیتونم چیزی رو تو شکمم نگه دارم خلاصه کنم، یعنی هر چی سرم میاد میگم، داد میزنم، دلم میخواد ارتباط داشته باشم، اصلا نمیتونم، از تنهایی خفه، یعنی نمیتونم تنها بمونم، حتی شده با دیوار حرف میزنم. خب اصلا چیز نیست، اینا به ویژگی های فردی ربط پیدا میکنه و نشونه هیچ نوع برتری نیست. من از این دو بانوی زیبا و نویسندگاه قبل از خودم کلی چیز یاد گرفتم، ازشون بسیار ممنونم. خب سوال من این بود که این ارتباطه رو، مخصوصا چون موضوع ما مهاجرت هم هست، بجز اینی که صفحات مجازی یک علت خیلی اصلیه، شما چجوری این ارتباطه رو انقدر تونستین تنگاتنگ حفظ کنین؟ چه تو کلاسای داستان نویسیتون، چه با حتی زحمت داره، این زحمت میخواد، این کار میخواد. نگاه کن، من فکر کنم چه کاری از من برمیاد واقعا. توی بلاگ‌فار نوشتم این تنها کاری که از من برمیاد که اون چی رو که خودم یاد گرفتم به دیگران یاد بدم، و حتی مثلا گاهی وقتا به دعوا میکشه تو کلاس‌های ما، برای که من با بچه ها اینه یک کلاس کاملا رسمی بی اخراجشون میکنم، اینا تعجب میکنن، ولی برای من همه اینا به همین اندازه، به همون اندازه که شوخی جدی هم هست. خب و در نتیجه برای خودم، من ببین، من میگم که آدمیزاد نباید منتظر موقعیت باشه. دیدی میگن یه ضرب المثلی میگه طرف گربه مرتضی علی، هر جا بندازیش شروع کن دومینه. من دقیقا اونجوری هم، تو بیابونم بندازیم، از ماسه های بیابونی یه چیزی درست میکنم. نمیخوام، یعنی اون چی که استفاده میکنم تخیلمه، نه خیال بافی. خب تو ممکنه روی صندلی بشینی و به خیال ببافی که مثلا کرونا رو کشف کردی، دنیا رو نجات داد، این خیال بافیه. ولی ممکنه بری پارچه بخری، ماسک درست کنی، اینا بدی به بیمارستانی که ماسک نداره. این از تخیلت استفاده کردی. دومین داستانه و اولین یک داستان تکراری مسخره احمقانه و خیال بافی. تقریبا واقعا کلاس ها الان یه 20 سالی ادامه داره، و خوشبختانه به شما بگم این که میگن ایرانی ها نمیتونن گروهی کار کنن، تو گروه من 95% از گروه کلی ها راضی هستم و خیلی خوب، آدم های خوبی هن، با هم رفیق هن، قصه هاشون رو به هم میگن، که مین داستان میمیسن، شعر میمیسن، نقاشی میکنن، نمایشنامه مینویسن، و حلقه های دوستی در سراسر دنیا به وجود اومده. چه چیزی مگه؟ من که طلبکار دنیا نیستم که چه چیزی بیشتر از این میخوام که دو نفر رو شاد کنم، دو نفر با هم رفیق بشن، من در دو نقطه متفاوت از در جهان. دوستان سوال کردن که اگر بخوان عضو کلاس های داستانی ویسیتون بشن، بعدی که دوستانش ظاهرن تو فیسبوک اطلاعات کافی از طریق صفحه میتونن با کافه شما تماس بگیرن. زهره اسماعیلی میتونه اونجا اول ثبت نام کنه اگه آلمان باشه. بله آره، دوستانی که آلمان هستن یا دوستانی هم که از طریق آمریکا میتونن با تو فیسبوکتون هم اطلاعات کافی رو من دیدم. خانم روانیپور، میخوام به یه نکته اشاره کنم. به اینی که در بعد از مهاجرت در اغلب کلاس های داستان نویسی که ما مثلا اینجا تو کافه برگزار کردیم، شاهد اینیم که اغلب دوستان یک سری موضوعات هست که از ایران با خودشون آوردن، مثل مثلا زندانه، مثل مسائل زنانه، مثل قوانین جمهوری اسلامیه، و اینا در یک دوره‌ای که یک سال مثلا یک کلاس برگزار میشه، از روز اول در نوشته های اینا ما شاهدش هستیم تا روزی که تموم میشه. شاید شما هم شاهد این بودین که خیلی، آیا این باعث محدودیت، یعنی چجوری میشه این فکر رو، چون شما بارها چیز میکنین راه های نرفته برو، نمیدونم حرف های نزده بزن، اینا
این توی این چارچوب این بخش ادبیات که ما یعنی چجوری میشه این فضا رو شکست، مخصوصا جامعه میزبان چجوری شما میگیرین؟ چون اون غرقی که نوشتین، اون بوا، اون مناظر، اینا کم کم ممکنه محو شه جلوی چشم آدم، و یه سری هم جامعه میزبان داره با آدم میده. اینا رو چجوری میشه به کار گرفت؟ ببینید برگردیم به مهاجرت. ما وقتی مهاجرت میکنیم صفحه سفید که نیستیم که. خیلی داستان ها با سن و سالهای متفاوت میایم و بستگی به سنمون خیلی داستان ها اون صفحه نوشته شده و میایم بیرون، خاطره داریم از اونجا. خب یه مثالی براتون بزنم که متوجه بشین چیه. یک ماه پیش من اومدم غروب خونه، دیدم صدای ای لشکره صاحب زمان، آماده باش آماده. گفتم وای ایلا این صدا از کجا میاد؟ آقای خونه بابک تختی اینو گذاشته بودم جور داشت گوش میداد. گفتم این چیه گذاشتی؟ بولم رضا پسرم اومد گفت چه صدای قشنگی، چه آهنگ قشنگ. گفتم این چه مزخرفاتی میگی، این کجای این آهنگ قشنگه؟ خب حالا ببین، من از این خاطره دارم، از این آهنگ نمیخوام بشنمش. بابک میگه منم خاطره دارم ولی میخوام بشنومش. نوستالژی، میخواد گیر کنه اونجا، میخواد باشه اونجا. خب دوستشو از اخراج کردن، یکی دوستش رفته جبهه، خودشو میخواستن ببرن، اون کشته شده. بعد خب من میگم let it go. من وقتی یک جایی برام ناامنه و دوست ندارم اینا، این حد توانایی دارم قطعش کنم. اینا تمرین میخواد. بعد حالا نفر سوم غلام بذار، این هیچ خاطره ای نداره ولی موزیک اونجا اونو دوست داره. بهش میگم مامان این من شاهد خیلی چیزای بد بودم. به من میگه مامان این درسته تو خاطره داری ولی این یه برای من نشونه یک فرهنگه، یه کالچر پشتشه. خب سه تا دیدگاه متفاوت. ما که میایم اینجا، برای همین من کلاس خاطره نویسی رو انداختم، چون فکر کردم بچه ها دوستان باید اول خاطراتشون رو بنویسن، از خودشون خلاص بشن، شاید بعد جهان اطرافشون رو ببینن. ببین تو وقتی که دوچاری تراما میشی خیلی سخته، مثل که تو یک دالان تاریک وحشتناک میره، همه دورورت دارن جیغ میکشن، از این دالون باید بگذری. این کلاس های خاطره نویسیه من برای اینه که بگیم که اون کسی که جنگ رو تحمل کرده، انقلاب، جنگ، ایانن زندان، ایانن فرار کردن، همه این چیزها رو تحمل کرده، اولا باید انسان کاملا مقاومی بوده باشه، ولی اینا اینقدر زور روشونش میاره که نمیتونه تکون بخوره، اینا رو باید پیاده کنه تا بتونه حرکت بعدیشو کنه. خب من وسط خیابون اینجا، وسط خیابون اینجا مثلا دو ماه پیش یه دفعه نگاه کردم به یه زنی، دیدم چرا حجاب نداره. وای چرا حجاب؟ شما فکرش کن، میدونی چند سال گذشته؟ 14 سال من اینجا هستم. به خاطراتی که تو صفحه ذهن ما نوشته میشه به این سادگی پاک نمیشه یا فید نمیشه. لازمه که خاطراتمون رو بنویسیم و مبارزه کنیم، بعد زیبایی های جهان رو ببینیم. ببین اینه که بعضی اینجا که میان غور میزنن میگن وای نکبت بگیره، چیه اونجا خیلی خوب بود، کامفورت زونشونه. اونجا اون ذهنیت با همه تلخی و مصیبتش براشون راحت فکر کردن راجبش. داستانیه که هی تکرار کردم. نمیدونم جواب شما رو دادم یا نه. بله، حالا به نوعی بحث من این بود که چطوری از این بعضی موقع به خاطر آزاد شدن فکره از این رئالیسم اجتماعی که درگیرشیم بعضی. راستش رو کردن به داستان نویسی، یعنی سوم شخص نوشتن خاطرات تو، برای اینه که تو هنوز داری خودتو سانسور میکنی. اگر کسی اول شخص بنویسه یعنی مسئول کتک خوردن. اون من بودم که کتک خوردم، اون من بودم که ریپ شدم، اون من بودم که تکه نون رو از دست همسلولی دزدیدم، دزدکی خوردم. ولی وقتی سوم شخص بنویسه هم خاطرات تو ذهنشه
هم میخواد اینو بنویسه به شکل داستان. بسیاری وقتا من مواجه شدم با کسانی که میگن هی میشه تو کلاس خاطرات نمیسین، میگن میشه ما اینو سه ماه شرط بنویسیم، میشه اینو داستان بکنیم. من فکر نمی کنم اگر خیلی ببین خاطرات که بنویسی مثل یه تراپی هم میمونه دیگه، راحت میشی. داستان نوشتن و سوم شخص رو درگیر مشکلات و مسائل زندگی قبلی خودت کردن، اون به اندازه خاطرات نویسی برای روح و روانت، به روح روانت کمک نمیکنه که آرامش پیدا کنی. تجربه منه، اینو از اون تجربه میگم. خانم روانی پور، صد و حدوداً 46 نفر با ما همراه هستن الان. دوستان اگر سوالی دارید میتونید اینجا بپرسید. اول پرسیدن که کتاباتون از کجا میشه تهیه کرد. دوستان تا جایی که من میتونم از آمازون، از کافه ما، از ایران، از فکر میکنم همه جا به صورت پی دی افش هم هست بعضی از کتاب ها. نه اینو نگید، من پی دی اف و بچه ها هیچ کدوم از شما اگر که ادبیات رو دوست دارید، اون چیزایی رو که مجانی از من نوشتن گذاشتن و بارم اعتراض کردم پی دی اف، اونو نخرید یا اونو تهیه نکنید. سایت هست به اسم فیدیبو و تاخشه که اینا از آلمان هم ما با قیمت 3 دلار، 2 دلار، 4 دلار اینا رو تهیه میکنیم، یعنی پولیه اینا. من ندیدم اینا رو با من در ببین کتابای من تو صفحه من در آمازونه، هیچ جای دیگه نیست. مگر اینکه اینا با آمازون بعضی از این چیزا مثلا قرارداد بسته باشن، از اینا خریده باشن یا یه هر شکلی، اونو نمیدونم، یا کیندل. به هر حال من کیندل هم ندادم هنوز، ولی باید ببینم که چیکار بگه بررسی بکنم. ولی کتاب های من تو صفحه منیرو روانی پور تو آمازونه، صفحه نویسنده کاملا مشخصه. نوشته هام تو فیسبوک می‌نویسم. از این به بعد شاید لایو برم به همت شما، من یاد گرفتم لایو برم تو اینستاگرام و دیگه توییتر هم دارم. پس کانال های ارتباطی ایناست. آره. یکی از دوستان پرسیده بود که خب در مورد کتاب ها که تعداد پیام ها انقدر زیاده، چطور میشه عضو گروه کلیا شد که توضیح دادیم از طریق فیسبوک میتونم مستقیم چگونه پیوسته بنویسیم؟ یعنی قطع و بست میگه چطوری پیوسته بنویسیم، یعنی اینکه دائما در حال نوشتن باشیم که قطع و بست نشه. آفرین، نگاه کن بچه ها، دوستان عزیزم که اینجا هستین، من یه چیزی میخوندم از خانم جویس کارل اوت، یه ویدیو کوچولو بود، میگفت که بهترین چیز برای نویسنده گسسته. من همون موقع ببین میگم که اگه خارج نیای نمیفهمی، همون موقع گفتم نه ناخه این حرفا چیه، من اینقدر گسست داشتم، خب اینجوری اینجوری اینجوری، خب ولی باز ادامه دادم. فری واقعیتش اینه که یک شبی کتاب جدید خانم آلنده چاپ شده بود، فکر کردم این آدم هر دو سالی قشنگ جا داره، مکان داره، ناشر داره، همه چی داره، میشینه کارشو میکنه، کارشو منتشر میکنه. ما بخش اعظم نیرومون صرف مبارزه با این گسستا میشه. مهاجرت یه گسست ایجاد میکنه تو ما، چه بخوایم چه نخوایم، ولی تو رو هم غنی میکنه ها. به عنوان نویسنده من کلی داستان راجع به اینجا دارم، تو رو هم غنی میکنه. یعنی اگه نگاه کنین اطرافتون و فکر کنین اینجا دارین زندگی میکنین، کلی موضوع، کلی داستان میگیرین. بنابراین گسست، اگر که جایی هستین روزی 20 دقیقه هم که شده کار نوشتن رو تعطیل نکنین. من هر جا بودم کار نوشتن رو تعطیل نکردم، حتی اگه شده نامه نوشتم برای یکی. فقط به شما بگم شاید یک روز این کار نکردم، فقط یک روز که عاجز شده بودم دیگه، نمیدونستم کتابامو این همه نوشتم، این همه چی کار کنم، گفتم من دیگه نمیدونستم. فرداش داشتم دق میابردم، فکرم تا غروب جرم خورم میمیرم. خب بنابراین نامه بنویسین، نمیدونم برای خودتون خاطراتتون رو بنویسین، هرچی 20 دقیقه، روزی 20 دقیقه. شما نگاه کنید چقدر در فیسبوک، چقدر در چیزای اینترنتی هستین، چقدر وقتتون رو
روزی یک ساعتشو بذاریم برای کار هنریتون، حالا نوشتن، نقاشی، منبهکاری، نمیدونم خاتمکاری، همه اینا زیباست، نجاری، کار رو چوبه، همه اینا زیباست. خب این به نظر من این نه چیزیه که من به دوستان جوونم میگم. و مرسی. خیلی سوال جزئیه، مثلا بیشتر این که ما چجوری بنویسیم اینا، مثلا میکنم به سوال خیلی کلیتر بپردازیم، چون اونا رو میشه تو کلاسای داستان نویسی هم بهش پرداخت، یعنی لزومن به روشای نوشتن و داستان خوب و اینا اشاره نکنیم. یک سوالی که یکی از دوستان پرسیده بود و به نظرم بد نیست راجبش صحبت کنیم، منم تا حدودی بهش اشاره کردم، شما سالهای اولی که مهاجرت کردین، خب 14 سال ازش گذشته، چه تغییراتی رو تو خودتون حس کردین؟ یعنی اینی که چقدر اینو به سمت رشد میبینین یا دوباره؟ خیلی خیلی بسن. من اصلا دیگه فکر نمی‌کنم که ما قوم خیلی برتری هستیم که آسمون پاره شده، همه مصیبت ها هم سر ما ریخته و همه ذلیلمون کردن، همه تقصیر دیگرانه. به ما حمله کردن، نمیدونم چی کار کردن، ما فلان کردیم، ما بدبخت شدیم. نه، هر کشوری یه تاریخی داره. یا این آمریکایی‌ها یا فلان و بیسار و چشم آبی و من باید با ذره‌بین بگردم آمریکایی چشم آبی موبور پیدا کنم. خب اینه تصور کسی که خارجه، فکر می‌کنه آمریکا همه مثلا آمریکای 40 سال پیش، قد بلند و اینجوری و کلاه کابوی از این خبرها نیست که نیست. تو این لاس‌وگاس که ملیت‌های متفاوته، اینقدر اسم چیزای مکزیکی، اسمون السالوادور، خوزه، نمی‌دونم اینا رو حسن حسین اینا ریختن. خب بعد این دوتا خیلی خیلی مهمه. و این که برای خودت دلسوزی نکنی. یعنی کسی که برای خودش دلسوزی میکنه، جلوی حرکت خودش رو میگیره. این که فیس تو فیس بشی، رو در رو با خودت بشی، تعارف با خودت کنار بذاری. خب فکر نکنی که اوه من نویسنده ای هستم که جهان قدر منو ندونسته و حالا باید جایزه نوبل به من میدادن فلان. I am nobody. پا که گذاشتم تو فرودگاه گفتم you are nobody. خب دیگه از این به من خودتی و خودت و از اون چیزی که دور برته اگه میتونی چیزی بساز. اما من از خودم، امروز روز تولدمه، من به شما یه چیز صمیمانه بگم، هیچ گله‌ای از خودم ندارم. برای که فکر میکنم تو، یعنی فکر میکنم همش دنبال راه حل میگشتم، دنبال راجا میگشتم، مشکلاتم زیاد بوده، ولی فکر نکردم که این مشکلات خدا اینجوری 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 اینجوری. یعنی از خودم گله‌ای ندارم، کاری که از دستم برمی اومده کردم، اگر نکردم تواناییشو نداشتم، تموم شد رفت، یا موانع خیلی زیادن که من از پسش واقعا بر نمیام. بعد زندگیم کیف میکنم، تو خیابون را میرم، اینجا را میرم، برام فرق میکنه، برام، من دریا رو دوست دارم. برای من یه زمانی اوائل اومده بودم گفتم دلم برای دریا تنگ شده، بعد رفتم اقیانوسا رو دیدم، خدایا چقدر زیبایی، همه این اقیانوس‌ها به هم وصلن، همه این دریاها به هم وصلن. و این کنکشن، این وصل بودن رو من دوست دارم و دریا رو دوست دارم، اقیانوس رو دوست دارم. نمیگم ذره‌بین بذارم ببینم شناسنامه این اقیانوس مثلا آمریکای جانخوار اینو اینجا چه حرفی داره میشه. یک کار نکرده این بود امسال راجب جنگ جهانی دوم چی نمیدونستم. واقعا به اندازه یک آدمی که کنکور میده من نشستم روش کار کردم، این کار نکرده است. چه فایده داره واقعا؟ ما خیلی آسیب دیدیم از اینکه وانمود کنیم چیزی هستیم و نیست نبودیم، وانمود کنیم روشن فکریم و نبودیم، وانمود کنیم نیچه رو میدونیم هگل. باور کن فرشاد جان، اینجا پدرام فرهادی گفتم پدرام ببین، اینجا من 14 سال هستم
تو هیچ کدوم از این بحث ها کسی اسم هیگل و نیچه و فلان اینا نیورده، چون اگر بیارن برای اینه که کپی رایت رو رعایت کنن، برای این نمیارن که جست باش بگیرن. اینا چیزایی که من یاد گرفتم، کجا میتونستم اینا رو یاد بگیرم؟ البته اونجا هم داد میزنم و میگفتم آقا ویل کنین، نه اینقدر معلومات پرتاب نکنین. به هر حال خیلی چیزا هست برای یادگیری. متعجبم که بچه ها چرا میگن ما حوصلمون سر رفته، ما چی کار کنیم، ما کاری نمیتونیم بکنیم، ما چی. این همه کار هست، میتونن گروه های ترجمه تشکیل بدن، گروه های ادبی تشکیل بدن، گروه های درست ها. خب فقط تو چیز گیر نکنین، تو ادبیات کلاسیک ایران گیر نکنین. خیلی سخت دسترسی به ادبیات معاصر، برای که پراکندگیه دیگه، هر کسی یک جاییه، ولی سعی کنیم درستش کنیم. مثلا من نمیدونم، مثلا یه صفحه هست که تمام کتابای فارسی رو که چاپ میشه مثلا معرفی کنه به هر شکلی. مثلا تو که الان کافه داری میتونی این صفحه رو باز کنی، تمام کتابای فارسی در هر نقطه جهان، چه دوستمون که تو تاجیکستانه بنویسه، چه اون که افغانستانه بنویسه، اینا حتی تو مثلا ایغور چین بنویسن، اینا رو مثلا این معتبر باشه، این فیسبوک باشه برای کتابا، معرفی کتابای چاپ شده. اینا کمک های فرنگی، اینا حرکت ضد سانسوره، اینا ضد جباریته و ضد بلاغت. فکر نکنید کوچیک کمه، ما کار نمی کنیم برامون هورا بکشن. مثلا یعنی یه جایی ما کار گل میکنیم دیگه، کارگری میکنیم. مثلا من وقتی کتابمو خودم چاپ میکنم تو آمازون، این کارگریه. من نباید بعد از این همه کتاب که نمیشتم این کارو بکنم، ولی برای که میخوام ضد فراموشی حرکت کنم، برای که نمیخوام، برای که میدونم این سیستمی که حاکم اونجا و فرهنگ میخواد یه کاری کنه که حتی من اسمم یادم بره. الان من چرا هشت کلی کار کودکان نمیشتم، الان هیچ یه نسخه از خیلی هاش هیچ نسخه ای ندارم. خب ضد فراموشی عمل کنیم، همیشه زندگی میکنیم. اینقدر خوب حرف میزنیم، من اصلا دوست ندارم سوال بپرسم. قربونت برم، مرسی. نه من امیدوارم این دوستان جوان من، که دوستان عزیز من، جوونا که الان کار ندارن، جا ندارن، من بابا با حضرت به جون پسرم، من جا برای نوشتن کنیزون نداشتم بکنم. من نزدیک 11 تا جا عوض کردم برای پاک نویس کنیزون که 23 بار نوشتمش. خب نکنی این کارو، یعنی فکر کنیم واقعا هر چیزی پیش پای شما مثل رستم دستان. خب فکر کنیم از این خان به اون خان میریم تا برسیم به هدفتون، آسون نیست. ببین تو خان دوم سومه رستم گیر میکنه تو بیابون، خب گریه میکنه، از تشنگی داره میمیره. خب رستمی که رستمه گریه میکنه، باید بدونیم که این تجربه بشریه، این بشر اینو زندگی میکنه. این سختی هاست که باعث میشه که ما قوام پیدا کنیم. البته تو زندان وضعش فرق میکنه، اون وضعیت یک مشت واقعا کسانی هستن که کوچکترین بویی از انسانیت نبردن، کوچکترین بویی، همه چیزو برای خودشون میخوان و خودشون هم نمیتونن زندگی کنن، باور کنید. به هر حال ممنون از دعوتت. دیگه ما 4 دقیقه دیگه وقت داریم. در شما آثار بچه ها از ایران به دستتون میرسه، آثار چاپ شده، میخوام ببینم نظرتون چیه در مورد حداقل 10 سال گذشته، چون موج خیلی زیادی از کتاب ها چاپ میشه، به عقیده من خیلی امیدوار کننده است، یعنی خیلی تنوع وجود داره، ولی میخوام شما این فضا رو یک فقط کمیت میبینی یا کیفیتی هم درش میبینی؟ ببینید یه چیزی من به شما بگم، یه با یکی دیروز بود از من میپرسید که نظر راجع به ادبیات ایران چیه. گفتم من مطلقا نمیتونم هیچ نظری راجع به ادبیات ایران داشته باشم، اصلا ادبیات فارسی زبان داشته باشم. ببین من اینجا نشستم، اطرافم یه عده اونا رو میخونم، کلاسمو دارم، بعضی وقتا، ولی این همه ای اونایی نیست که حق اون بچه‌ای که 18 سالشه، 20 سالشه، 23 سالشه، تو کنج چیز نشسته، با داره زحمت میکشه، من داستانشو نمیخونم. الان یکی از نمونه هاش یکی اون آدمی که زحمت میکشید و الان داره تو پاریس ریویو داره مقاله می‌نویسه، احمد آریان، اینجا
کتابش چاپ شده، ولی چه بسا که اونم بیاد اینجا، اونم امکان داشته باشه، اونم من کتابشو بخونم، اونم این اینو اون داستانشو بس کنن، روش کنه. بنابراین من نمیتونم راجع به ادبیات فارسی حرف بزنم. هیچ کس نمیتونه، به خصوص اونایی که انگلیسی زبان تمرکزشون رو کارهای انگلیسی، حق ندارن اینو بگن که ما زبان فارسی رو مثلا اینجوری نیست. ببین بچه‌ها، یکی تو سوئد با کتابش چاپ می‌کنه، یکی آلمان چاپ می‌کنه، یکی اون ور چاپ می‌کنه، یکی من میگم اگه تو آمازون بود، اگه یه صفحه بود، یا بعد منتقدی نیست که حسابی و بدون کینه‌ورزی، بدون گروه بندی، بدون اینکه بگه این چپ، این راست، این سلطنت طلب، این حزب الله، هر حزب اللهی چیز خوبی هم یه هفته پیش حزب الله بیاد برای من، یکی که معتقدات مذهبی داره برای من داستانش رو نوشت، موضوع عالی بود، حالا ساختار کار خراب بود، برای من براش نوشتم. ما بحثمون رو داستانه دیگه. بله، بنابراین من نمیتونم چیز کنم رو اونایی که به دست من رسیده. از اون نوشتهایی که به دست من رسیده، من فکر میکنم سانسور پدر کارو در میاره اونجا، همون سانسوری که گفتم وقتی آدم میاد اینجا میبینه اینجاش اینجوری بوده که خب اونا نمیدونن، متقاعدن که داستان این داستانه. ولی اینجا هم کلی داستان هست که رو میز منه، اگر در بیاد و من از تو همین گروه کولیا، ما از کتاب خانم فرشته مولوی دل تاریکی فکر میکنم که تاریخانه یه تاریخ، آخ اسمش یادم رفته، ببین با کتاب کنراد قاطی شد یه دفعه تو ذهنم. خب کتاب خانه چیز میکنم، یکی از کلیا اینجا نیست به من بگن کتاب فرشته مولوی چی بود که بس کردیم، تاریخ خانه دل، تاریخ خانه روح، یه همچی چیزی. ولی حالا من تاریخ خانه فراموشی نه، کتاب آخری، کتاب فرشته که در اومد، یا خانم شرنوش و تاریخانه آدم. آره بعد خب بعد کتاب شرنوش رو دعوت کردیم، بعد از بچه هایی که آقای مخبر 8 سال پیش دعوت کردیم، و در تمامون عباس معروفی که یکی از اولی ها بود که خب خودش اصلا پسوش جدا، چون همجور کار خودشو میکنه. ولی من به شما بگم که هرچی از دستتون برمیاد بکنید، انتظار نداشته باشید شاخ غول رو بشکنید. شاخ غول همین چیزای ریز ریز ریزیه که قدمای ریز ریزیه که برمیدارید. من میدم این داستان کلیه یکش رو با آقای عباس معروفی منتشر کردین، بعد از اون قرار بود شماره های دیگه هم منتشر کنین. بله، دو شماره منتشر شد. HMS تو لندن بود منتشر کرد. معیارتون چیه برای انتخاب؟ یعنی بچه هایی که تو گروه من بودن، بچه هایی که با من کار میکردن، داستان هاشون میدادن، روشون کار میکردیم یا نظر میدادیم، کار میکردن اینا. داخلی بود، در اون گروهی بود، سه جلسه کار شد، سه تا چاپ شد. ولی بعدش میدونی چی شد؟ خود به این که فونت فارسی قدغن شد، چهارمیشون بود. ولی ببینید ما رای چاپ پیدا میکنیم. یکی از خوشیهای من اینه الان، یکی الان دارم فکر کنم ای جون، حالا باید یه رایچایی برای چاپ کتاب پیدا کنم. ببین این چقدر خوبه، یه چیزی باشه باش آدم درگیر بشه حلش کنه، این مسئله باشه، مشکلی باشه آدم حلش کنه، خیلی خوبه. آمرم به ما یک دقیقه وقت داریم. یکی اینه که دوستان میگن که دعوتتون کنیم بیان کل، حتما میخوام قولی ازتون بگم در اولین فرصت در کل میزبان شما باشیم. اگر صحبتی دارید من خداحافظی میکنم از دوستان. ببین. شما اگر صحبتی دارید من صحبت همینه. ببین شما انتخاب میکنیم در بسیاری از موارد کسی رو سرزنش نکنید. شما انتخاب میکنید توی فیسبوک بگردین این جوکای مسخره و تکراری رو رد بدل کنین، یا دنبال یک کار تحقیقی باشین، یعنی کار اساسی دنبالش، یا یه جمع خوب به هم بزنین بریم ورزش کنین، یه کاری. ما انتخاب میکنیم. 20 ثانیه بس. به خصوص ما که این ورید. قربون شکلتون، خیلی ممنون، مرسی. اگر فرصتی شد دوستان ما دوباره حتما برنامه مجددی خواهیم داشت، خیلی صحبت و حرف داریم، میشه روسا صحبت کرد با شما. مرسی عزیزم، بعد اینو من چیز کنم دیگه، شیر کنم برای آره. مرسی، خدا نگهدار.